اینجا خانه حنیف حتمر است و ما آمدیم تا ببینیم مجاهدین از خانه حنیف حتمر چگونه حفاظت کردن و آیا حفاظت خوب کردن یا خیر. اینجا سفارتخانه امریکا هم است و این یک راه دیگه هم بوده که قبل یکان وقت شاید سفارت امریکا از استفاده میکرد. سفارت امریکا یکی از جای نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، امارت اسلامی افغانستان زنده باد، امارت اسلامی افغانستان زنده باد. بعض برادرها بود که شما چرا به خانه برادرای پشتون ما نمیرین، به خانه تاجک ها رفتین، ازاره ها رفتین، ازبک ها و خانه برادرای پشتون. هدف ما این دوستان نیست که یک خانه و یک جای بریم، هدف ما همیست که نشان بدیم که امارت اسلامی چی میکنه. هدف اصلی ما همی است دوستان، بالکل مرد خلقو در امنیت دفار راغلی و مرد خلقو در حق دفار راغلی و مرد خلقو در مظلومیت دفار راغلی و خلقو ظالمانو دفعو. سلام خدمت همه شما دوستای عزیز، آرزو دارم همه شما خوب صحتمند سر حال باشین. دوستا فیصل مدرس هستم، آمدیم در خانه یکی از سیاستمدارهای بسیار بزرگ افغانستان. اینجا خانه حنیف حتمر است و ما آمدیم تا ببینیم مجاهدین از خانه حنیف حتمر چگونه حفاظت کردن و آیا حفاظت خوب کردن یا خیر. این دروازه که می‌بینید دوستا، از اینجا داخل که میشیم خانه حنیف حتمر شروع میشه و دو شخصی که در اینجا هست مسئول این قسمت هستند. سلام علیکم. سلام، خوب هستین؟ بخیر. شما خوب هستین؟ بخیر هستین. سلام، شما خوب هستین؟ مولوی صاحب. اسم شما مولوی صاحب؟ سید محمد اکبر. اسم شما؟ عمر فاروق. شما مسئول همین جا هستین مولوی صاحب؟ آه، او از جز مسئول هم. شما؟ آه، بله. مولوی صاحب، ما آمدیم تا از خانه حنیف حتمر دیدن بکنیم و اینجا دفاتر کس اونا رو ببینیم، بر ما اجازه از داخل شویم؟ تو چوکی خپل ځان مخ خب ما فیصل مدرس خبریال هستم، آزاد خبریال، آمدیم یک دیدن بکنیم از خانه ها. که شما چگونه محافظت کردین از خانه ها؟ ستاسو در مورد امارت کوم یو خط او مکتوب شاست. بله، شما ببینید مکتوب ما است، شما میتونید ببینید. دوستان وقتی جایی که میرین نباید مکتوب ها رو چک کنن. مهربانی او کرزا. هدف ما مرای شب دیدن خانه حنیف حتمر است و دفاتری که در اینجا است که شما چگونه محافظت کردین. بالکل من ستاسو قدر کو رضای خپل دیدن او. خب دوستا داخل میریم امرای مولای صاحب. دوستا تا که مکتوب نباشد در بسیاری از جایا بر ما اجازه نمیتر که ما داخل شویم و خوشبختانه پیش ما مکتوب بود. مولای صاحب بر ما بگوین که چند روز میشه شما در اینجا آمدین؟ مجا تقریبا دا خو دیر وست پا میاشت رسیجه دا بعد مرغا چه طالبان خود داسی و ترتیب و درلودی چه دی دا شهر دا دروازو پری راسی کنه دا بعد مرغا چه حکومت پینزه ورزی مخ که شهر پریشوی او وطشتی دا لالالا پس بیا نو دا زایون چه دا طول الکلی و و عام خلقو تا او دا جیزه کم موازپین چه دلتا وسیده دا کابل خلق آقا تا پریشوی و دا زایونش تا نو موږ پنځه ورځې بعد نه راغلو دا ځای ته راورسېدو چې موږ راغلي یو بیا موږ د دې ځای امنیت په ښه طریقه تاسو وینئ چې موږ جوړ کړی دی برابر کړی مو دی. دوستان
خانه انیف اتمر در یکی از امنترین ساهای افغانستان بوده، یکی از ساهایی است که دوستا در اینجا سفارت امریکا هم خیلی نزدیک است و همچنان سفارت خانه های دیگه، و قبلا در اینجا بادیگارد ها و پلیس هایی بودند که محافظت خانه اتمر و همچنان دفاتر خارجی در اینجا بود داشتن. این تاورایی را که میبینید قبلا در اینجا پلیس ها بودند و بادیگارد ها در اینجا بودند. و دوستا آل قسمی که معلوم میشه کمرهای امنیتی رو میبینین، کمره هایی که قبلا اونجا بود دوستا حالا مکمل غیر فعال هستن و از او کس استفاده نمیکنن. معلوم میشه این کمره ها فعال است فعلا؟ دا کمره چې دا خودل ته جنریټرونه استارت و دلته برق نسته کنه. خو دا ځکه دا د خارجانو ځای نه دی، خارجانو د افغانستان خپل برق چې دی هغه نه استعمالوي، دی خپل جنریټرونه درلوده، هغه جنریټرونه چالان و. خب دوستا وقتی که ما بخوایم بیایم در ایسات، چون ایسات خیلی سایه محافظت شده است و اینجا گتای زیاد است، و چقدر مجاهد دارین مالو شپ در اینجا؟ یاره تقریبا د 50 کسانو فریدی. خب زیادتر در این قسمت ها می باشند بچه ها مجاهدین؟ مجاهدین زیادتر در این قسمت ها می باشند؟ بله بله در این قسمت ها می باشند. خب دوستا خودتان می بینید که سایه بسیار یک سایه مهم و محافظت شدگی هست و گیت ها هم زیاد است و ایست بازرسی هم در اینجا زیاد است. و دوستا یک چیز نگفتن همونه که در اینجا سفارتخانه فرلند هم هست، دفاتر میگن دفتر کوریایی ها و ژاپنی ها هم در اینجا قبلا بوده، دفترهای خارجی زیاد بوده و این قسمت هایی هم که میبینین دفترها بوده. خب دوستا ما پرسان بکنیم خانه یعنی فتمر در کجاست فاروقی صاحب؟ امی داخل هستم. خواه امی داخل هستم. میشه بر ما نشان بتین خانه شانه؟ دست اینطور با ما مردم معلوم نیست که کدامش هست، اینطور معلومات نیست که کدامش هست، امی داخل هست. مگر ما تا جایی که پرسان کردیم گفتن که دیوالای سفید داره و دروازه سیاه. اینطور معلومات ما مردم نداریم که خانه کی است و خانه کی است، لیکن دمی داخل است. اینطور معلومات نیست. ما مردم هم دروازه کلا بوده او را بند کرده، یعنی میجا گزاره خود کده رسیم تا بلی دروازه را کسی الان که استفاده کسی نگرفته. بله. خب به دوستا قرار معلومات که ما پرسان کردیم خانه یعنی فاطمر در ارزی در کور خپل خپل گور به خپل زی باندې دی. اینا فعال است مالشه؟ فعال است. چیز خود دوزی نشد از اینجا؟ نه 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 نه. اول روز و دوم درم که شده ای شده چه ما آمدم هیچ چیز نشد. خب معلومه تو جایی که ما پرسان کردیم میگن خانه یعنی فاطمر اینی میجه است، اینی خانه یعنی فاطمر است. شاید که باشه ای شاید که خانه باشه، لیکن ما مردم امی تو دیگه دست زنی و دیگه نرفت نزدیک شام داد دیوال سین دی دروازه توری جی شاید داد زنی. دوستا قراره که ما معلومات گرفتیم خانه یعنی فاطمر در یک نام کوچه را نفهمم بگویم یا نگویم، در گفتن که در سرک دوم وزیر اکبر خان است و این دروازه ای را که میبینین قبلا در اینجا بادیگارد ها و فکر کنم دفترشان هم در اینجا بوده. تا جایی که ما پرسان کردیم دفتر و خانه شان در اینجاست و قسمی که شما دوستان میبینین دروازه مکمل بسته است و دروازه هم دروازه زیری است. مولای صاحب آیا شما کوشش باز کردن این دروازه را کردین کنم وقتی داخل از اینجا شوین و ببینین چی است در اینجا؟ نو تو بالی ما مردی کوشش نه کرد به درایشان اعلام کنیم و هر وقت دما مردی کامر شد بعضو بعضی اوزو اعلام میکنیم دیگه. تو با این روزا کسی دست نزده ده زنی کس نکرده که دروازه را اعلام کنه از خانه استفاده بگیره. خب یعنی شما تا که اجازه از بالا جای نگیرین؟ بالا جای بالا جای امیرای ما مرد اجازه نکنه، ما مرد دی دست انداختره میتنیم دی کار نداریم. خاص به امنیت خود است ما مردم، ما میگه خاطر امنیت مردم مظلوم و کسی ازار نتیه و خاطر ازی که ما مردم میج گزاره میکنیم، خاطر دیگه مردم اعلامی هست، خاطر ازی نیستیم که در دروازه و در دیگه و در خانه مردم در زنی نداریم، ما نداریم ما مردم. آیا شما انی فاطمر اطمینان میتونید که شما خانه شب درست محافظت کردین؟ آه بله آه تا بلی محافظت هست، ما مردم گزاره میکنیم، محافظت مکمل هست. انی فاطمر میشناسید؟ نه با ما چی میشناسیم؟ نه میشه تو میگی دیگه، ما مردم چی میشناسیم؟ انی فاطمر یکی از سیاستمدارهای بزرگ افغانستان است و همچنان رئیس شورای ملی هم بود و در پست های شورای ملی بسیار کارا کردن و حتی دوستا یک بار نامزاد ریاست جمهوری هم شده بودن. خب قرار معلومات ما دوستا اینمی خانه فاطمر یو کار کردی و کنه چې د ډېر ژر دا ځای پرېښی و کنه، موږ خو د یو تفاهم د مذاکراتو د یو خبرې د لارې دلته راکړو خو د مخکې مخکې دا ځای پرېښی و کړلی پیش از پیش میگه اینجا رها کرده بودن. دوستا اینجا تقریبا دو اولی است که هر دو اولی مربوط به حنیف اتمر میشه، فکر کنم در یکش دفترش بوده و در یک دیگهش خانیش بوده که در اونجا بوده و نیروهای امارت اسلامی در اینجا هستن و کار میکنن و همچنان فراموشم نست دوستا که اینجا دفاتر خارجی هم بسیار زیاد است و من معلومه میترسم در دروازه بم نباشه یک بار تکان بتونم انفجار
این دروازه‌ای است که در اینجا فکر کنم دفتر خارجی بوده. من تا جایی که پرسان کردم سفارت فنلند، کوریا، یک دفتر کوریایی و همچنین یک دفتر ژاپن میگن در اینجا بودن. و از این قسمت ها معلومه که دفتر خارجی بوده. معلومه کدام قسمت ها مربوط شما میشه و شما چی فعالیت ها دارین؟ بغیر از اینکه مثلا خانه انی فاطمه را شما محافظت میکنین و همچنین دفتر خارجی را حفاظت دفتر تراغلی دا مر ساتو سوخت مشران هدایتی در هغه وخت پورې مر دلته د امنیت لپاره ناست. بسیار خوب. معلوم میشه که شما از کجا هستین؟ اول خودتون بگین باز من حدس میزنم که شما از کجا هستین. ما از کندهار هستیم. بسیار خوب. شما معلومه از کجا هستین؟ ما از تخار هستیم، مرکز. یعنی من فکر کردم شاید اینجا کلش کندهاری ها باشن، ولی از هر جای هست. مجاهدین از هر جای هست اینجا. فرق نیست، دلته د غزنی خلک همستا، د تخار خلک همستا، د کابل خلک همستا. مر سره مجاهدینو کې الحمدلله دا وخت سره همیشه کونړ همیشته هر ځای ماته ماشاالله دا شل کال زمون مرګری دي، دا نش دا وسراله، دا شل کال کیږي دا زمون مرګری دي. قندهار کې موږ وو، هغه وخت چې ګرځېدلو مطلب موږ د جهاد په مرحله کې، په غرو کې، په شلو کې، په رودو کې، دا خلک زمون سره شپې کولې هلته. و بیا دا دردانو نو خیزی معلومه شه که مجاهدین ما همه شمول است، از کابل، تخار، از کلی. ما دا مو ایسه دا روزگان و قندهار و پنجوهی و دا سنگین و مساقلا و هلمان همیجا ناری سراج و همیجا مو جا 20 سال میسه که قدیم مردم ما مو جا جهاد کردیم و استقلال پدا امراشون هست. ما میشه یک دروازه باز بود، این فکر کنم دفتر یا میشه یک بر داخلش اگه اولی رو ببینیم اگه اجازه شما باشه. کم دفتر ایجا دا بند دي دروازه ټول دا دروازه چې چوشه باز است. کوم دروازه؟ او دروازه چې دلته باز دي. دا وګوره اجازه خدا ما راشه. خب یک دروازه دوستا باز است، ما میخوایم فقط اولی رو ببینیم و ببینیم که در اونجا چی است. دا داسه یو خونه ده، ته وګوره. خب دوستا ایجا معلوم میشه اگه تا خالی ما گرفتم. اینجا یک دروازه دیگه هم است دوستا که فکر کنم داخل اولی میشه و شاید اینجا قبلا یک جایی بوده که از اینجا تلاشی میشده و فکر کنم که یه مو دفتر انی فاطمه فکر کنم باشه. خب معلومه این دروازه هم باز است؟ نه، در بند ده. خب میگن دروازه بند است. نه مشتم اجازت نیست، چون مش خپل ولارسو دا اجازت مشت نیست. که صد دروازه خلاصی مش نور ده. بله. موترا مانده است کسایی که قبلا در اینجا بودن، موترای قیمتی و همچنان سلاح و گپا مانده مالش بس کسایی که قبلا اینجا بودن. چه څو وخت موږ راغلي کوم شی چې وو هغه ټول موجود دی دلته پروت. موږ ته دا اجازه نشته چې هغه موږ وباسو. موږ د خپل امارت څو موټر راکړي دي، دا لانجر بس دا کې موږ ځو خپل فعالیت کو. معلومه مو بعض مجاهدین دیدیم بسیار موټر قیمتي دارن، لند کروزر قیمتي. شما فقط رنجر دارید پیش خود؟ یعنی موټر قیمتي ندارید؟ نه قیمتي ما څه رنجر دارم. می موټر اساس خدمت کو، موږ خدمت ته پاره غلی کدا موټر نه هم موږ خدمت کو. شل کال موږ په موټرسایکل باندې خدمت کړی دي او په شو باندې موږ خدمت کړی دي کنه. ما د پای خود منزل کله گیاسم ته به امروز د دامي کوو دامي دی او موټر او د موټرسایکل کجا به دامي کوو دغه سخت است. ها فعالیت خود دامي کوو دغه علي ما ما دي جامد دی لند کروزر نه دارم ما دې می لنجرا دمی لنجرا فعالیت خود پیش می بزنیم خدمت که در ازیم این امی لنجرا است، این امی لنجرا را مالت اسلامی دادگی است، ترتیب از اینا میرای خودشان، میرای ما مردم دادگی است. ما نمیتونستیم تلفون های قیمتی خود را در بازار استفاده کنیم، میترسیم چور نشم آلای صاحب. و از وقتی که امارت اسلامی آمده دزدای بیچاره وضعیتشان بسیار خراب است. دقا یک کور که مجو سیجو دست مجو وطاق زمین خانه بس دقا یک کور چی دید مجو تخلاص دی و دقا کور که مجو سیجو دست مجو مرگری دی بس دلته ناست دی امنیت تپاره پس مجو را سر که هم امنیتی کسان لرو ارزی خپل مجو امنیتی کسان لرو التا ناست دی سلیروش ساعت ناست دی. تو صاحب این قسمت دو کانتینر را میبینین که و همچنان کمرهای امنیتی. معلوم میشه که اینجا دفترهای خارجی هست. امکان زیاد میره که سفارت امریکا فنلند باشه. همونطور از مالایی شب و مالایی شب میگه که ما خواب نو آمدیم در اینجا و قدر معلومات کافی ندارم. و دو صاحب قسمی که مالایی شب گفتن یگانه خانه که میگه ما استفاده میکنیم همی خانه است، دفاتر و چیزهای دیگه که در این کوچه هست ما استفاده نمیکنیم. و کسایی که در اینجا دفتر داشتن، موتر قیمتی داشتن، مالایی شب کسایی که اینجا موترهایشان مانده و همچنان خانه هایشان مونده، شما بر از اونها اجازه میتین که بیاین موتر خانه خود رو ببرن؟ بعضیشان از ترس نمیان. شما چطور اجازه میتین؟ بله، ما مردم خاطر از اجازه میدن که او خانه از شران از او باشه، او ثبوت داشته باشه، یا همسرش بیا ضمانت بکنه بچه را نمیره از سامان خود ای تیر بردن نمیتانه.
از کلانا امر شده گی است که کسی شرعی نباشه و چیزی رو برده نمیتانه امنیت شما مردی تو گرزگید مردی اختیار مجھ نلرو چا تو کورا والا کو چا تو کورا گرزو کنا داد مشرانو کار دی مجھ پل مشران سر دا خبری طول آل تفرچی دی اغای اخلاصی اغا چه مانش منظور می بود یک کس میای میگی نمی موتر آی لکس از ماست شما میتین برزو؟ چرا نمیتم یار ما زخ غل نیم دل ترا غل هم کنا غل نیم دل ته زدا امنیت د پاره غلی ام د خلکو د خوشحالۍ د پاره راغلی یم خلکو د پاره یو سکون پیدا کول د پاره راغلی یم دې د پاره نه یم راغلی چې زه خلکو ته مشکلات جوړ کړم خدای مکړه فقط سند کار داره دیگه معنی شه که نشان بده موتر از همون شخص است دوستان ما بعضی موتورهای قیمتی را دیدیم قبلا که او را مولای شاید میگه ما اجازه نداریم که در داخل از او اولی شیم ما فقط از بیرون دیدیم مولای صاحب ما گفتیم که موترا رو نشان بدیم مولای صاحب میگه نه اجازه نیست و اون موترا در سر جایش هست هیچ مشکلی نداره و دوستایی که میگن بخواین البته موتر خود از اینجا ببرن فقط سند قانونی بیارن میتونن ببرن مولای صاحب معلوم میشه که اینجا دفترهای خارجی زیاد بوده و همچنان سایه بسیار محافظت شده است بس مش خدا دی راغلی دی حفاظت پاره که در خارجی دی خدا وس افغانستان دی خارج نه دی کنه نه دا د خارجانو دی ناغه وخت کی موږ دا ویل چې دا د خارجانو دي نو وس وای دا د خارجانو دا د افغانانو کورونه فرقش خارجیایی که قبلا در اینجا زندگی میکردن یا بودن اگونا بخواین بیاین دوباره به دفترهایشون به کار خود ادامه بده شما اجازه میتین کار کنن در خارجی اجازه نیستن مثلا بعضی دفترهایی بودن که اونا امداد رسانی میکردن کمک میکردن یعنی خارجی اگر بخواین پس بین کارهای خود در افغانستان ادامه بتن او را در ما امیرای ما مردم در کلانا مربوط بود در مربوط کلانا است در ما مردم مربوط نیست او بپا و دا کور د شخصی کاستی ډاکټر محمد نعیم بی ان شاء الله عالم است مالیش عالم است د انجا تا ولې د اوس د باندې وتی موټر کی او موټر کرولا او یو زنانو سره او شذ کنه دوستاب خوب ببینین در اینجا خانه شخصی یک دکتر صاحب است به نام رحیمی و مالش قسمی که میگم میگه اونا هنوز هم زندگی میکنن و مالش دل از اینا دیگه بیخی جمع است امنیت سان گرفتگی شما هست نمیشه او دی دو کسان دی بده کور کی یو کور والا ده او یو دی خپل دی ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب اوس لاړی د باندې کور مش ده داسې پرې شو ګوره خو څوک نسته چې د کور ته خالی و ګوري داسې یو څوک هم کاش ډاکټر صاحب میوت کوم راز نوم صحبت میکنیم که چقدر راضی بودن دو سال نزدیک به یکی از جا سفارتخانه های خیلی مهم میشیم اینجا سفارتخانه امریکا هم است و این یک راه دیگه هم بوده که قبل یگان وقت شاید سفارت امریکا از استفاده میکرد سفارت امریکا یکی از جای بسیار مهم بود که ما خواستیم از سفارت امریکا هم دوستا گزارش داشته باشیم ولی نیروهای امارات اسلامی بر ما گفتن چون یک جای خیلی استخباراتی و مهم است بر ما اجازه دادن نشمالش ما خواستیم که سفارت امریکا هم بریم باز مجاهدین اجازه ندادن گفتن ما مسئولیت ندیم ما مسئولیت در داد ځای پر دیم دا دا زموږ مسولیت دی اخو ته نور مجاهدین دي دا غو مسولیت دی کنه هر څوک خپل مسولیت و د اوسه قسمه کې معلوم میشه سفارت امریکا جای خیلی بزرگی است که انشاء الله باز دوستا در تصویر به شما نشان خواهد دادن و این سرک 11 هم است و دوستا ما گزارش داشتیم خدا کنه که از گزارش ما خوشتون آمده باشه و همچنان یک نقطه را باید یادآور شم که حنیف اتمر چند خانه دیگه هم دارن و ما کوشش میکنیم که خانه هایشان را به شما دوستان نشان بدیم و ای که چگونه امارت اسلامی از خانه محافظت کرده و این سایه را که ما اومدیم دوستان یک سایه خیلی محافظت شده قبلا در حکومت هم بوده و حالا هم پیش مجاهدین است و در اینجا دفاتر خارجی و همچنان خانه و دفتر حنیف اتمر بود که خواستیم به شما دوستان نشان بدیم ولی بدبختانه دروازه بسته بود نشد که داخل بریم معلومه اگر دروازه ها باز شد باز ما خواب میتونیم بیایم باز یک گزارش داشته باشیم وقتی که شما دروازه خانه ها را باز کردین دفاتر را باز کردین اجازه خو باز ما داریم بیایم باز گزارش بگیریم از اینجا دا چې مشت اجازت نسته دا مشران ته تاسو لارسی کېدای شي هغه تاسو اجازت درکې راسی لکه ګور وس دا اجازت چې درکړی و چې دلته مطلب کوم زموږ مسولیت دی درغه وخت موږ ته راوستل نور خو دا زموږ مسولیت نسته دا نور خلکو مشرانو خلکو کار دی کنه خب مولای صاحب ما آمدیم گزارش تهیه کردیم و حال احوال مجاهدین را گرفتیم و خواستیم مطمئن شویم که شما چگونه از این خانه ها محافظت کردین خوشحال هستین
یا نیستین میشه بگین خو خوشاله ما ډیر خوشاله په دا باندې زکه داس موږ هم یو مجبورې ده ګوره په موږ داس ماری پیسې یو نیو نسل څه شل کال دلته انقلاب راغلی دی شل کال ماشوم پیدا شوی دی او بیا بیرته ځوان شوی دی مسلمان وو مثل تو بوزم نو دا خلک چې دا غو په ځین کې دا مخکې کوم اداره چې واغه دا چولې او چې طالب کافر دی ځکه څو ځای په کابل په دیوالونو باندې لیکلی دي تاسو بوم لیدلی طالب کافر است او بل په داسې نامه باندې معرفي کړي چې دا پاکستانیان دي دا د پاکستان جنرالانو کرنلان دي دا راغلي دي کنه ژر یې پرېښي دي واده او دادی دا خبرې سوي دي نو موږ خوشحاله یو په دې باندې په موږ باندې ملت خبر سي په موږ باندې خلک خبر سي نر او ښځه خبر سي چې دا څوک دي او د څه دپاره راغلي دي مقصد یې څه دی زموږ مقصد نه چوکۍ نه منصب نه بله زموږ مقصد امنیت او اسلامي یو طریقه کار په خپل ملک موږ دا خوشحاله شکر محترم بله فارغ شوم شما هدف برنامه ما را گرفتین اینا شما از نظر شما چی ای کار ما کار درست است که ما میایم خانه ها را میبینیم دفاتر الحمدلله به خیر کار درست هستن که معلومات میتین معلومات مجاهدین میتین بله. و هم نظر قطع مجاهدین هستن الحمدلله بسیار کار خوب است و خوب نظام است الحمدلله نظام اسلام است خوشحال هستین خوشحال بالکل شو خود خوشحال باشی ما مردم خوشحال هستیم ما خوشحال به این میشیم که بر ما اجازه ازی داده میشه که ما بتونیم معلومات درست برای مردم بدیم و خانه ها و بعضی کسا مالش به تشویش می باشه که من میجه دفتر داشتم من می دفتر من چطور شد کامپیوترای من چطور شد موتورای من چطور شد یا وسایل قیمتی می باشه ما البته می خواهیم که تشویش امو هموطنا رو دور بسازیم در واس دیر وقتی دی دیر وقتی دی کنه موږ واس پاغه حال کیو چې موږ در واس پر خپل دفترونو وزارتونو ریاستونو نه جفال کړی واسه کیا نو دا وخت چې دی دا وخت پات دی بلکل موږ د خلکو د امنیت لپاره راغلي یو موږ د خلکو د حق لپاره راغلي یو موږ د خلکو د مظلومیت لپاره راغلي یو د خلکو د ظالمانو دفعه وکړو خب دوستا همیشه ما هدف ما همی بوده که گپ های شما سوال های شما را به مجاهدین امارت اسلامی برسانم و گپ های از اونا را به شما مولای شب از ما مردم سوال کردن که از مجاهدین پرسان کنین چی وقت لباس های از اینا منظم میشه بخاطر که بعض مجاهدین یک قسم لباس دارن بعض هایشان دیگر قسم امیر اگر معلومات بتین انشاءالله تاسو گوری مجد زیاد و خلق و لباسون جور سوی دی کنه خو زکر وان وقت دیر کم تیر سوی دی تقریبا دیوی میاشتی پا مداکی یو میاشت که مجد خپل دالا ریم نجی ولدی کردی کنه نو دا چی دی کار شروع دی پر دی بانی دیر پا جدی طور بانی شروع دی انشاءالله دا طول دا بفرسی پر دیر لج وقت که انشاءالله کنه تو صاحب این سوال شما رو به مالایش رسانیم مالایش میگه به زودترین فرصت کالاها جور میشه و همون تشویشی که در دل مردم است که بعض کسا مالایش بر ما میگن که ما فرق نمیکنیم بین یک مجاهد و یک کس بخاطر که تا مجاهد سلاحش نباشه پیش ما نمیفهمیم که اینا مجاهد هستن یا یک کس دیگه هستن یا دزد هستن بخاطر ما همون خاطر یک لباس اگر منظم باشه ضرور دی ضرور دی دا باید خام خواسی ضرور وسی چه دا باید معلوم سی خو بیا هم شکر دی الحمدلله موږ ټولو خلکو ته خپل د ټلیفونو لمبرونه ورکړي دي او ټوله ګرځو هر کور ته ورغلي یو د هر مشرانو د خلکو سره مو کښېنستلي یو خبرې مو کړي دي چای مو ورسره خوړلي دي اوس بیا دوی مو دلته راغوښتي چې زموږ سره یې چای خوړلي دي نه چې موږ دوی سره وپېژنو د علاقې خلک خب مولای صاحب در اخیر فعالیت هایتون چی بوده؟ آیا تا هنوز دزدا و کسای دیگر هم دستگیر کردین که اونا مجرمین باشه از همین ساحه از همین منطقه؟ ډیر مونږ نیولې دي ډیر کسان مونږ نیولې دي داسې پېښه شوې ده چې لس ورځې مخکې پر دغه سړک باندې د وزیر اکبر خان پر یو تجار سړي باندې توپنچې نیول شوې دي او موټر ځینې اخیستل شوی دی نوی ماډل د فورنر موټر و که نه چې هغه تقریبا په دېر زره ډالره قیامت لري خو دا اخیستل شوی و بیا وړل شوی و جوزجان ته د جوزجان واپس بیا راغلی و دلې دغه ته کابل ته موږ ونیوی د ظرف چند روز پیدا کردین مالای صاحب لس ورځې کې پیدا سو په لس و بسیار خوب تشکر از شما مالای صاحب شما فارقی صاحب که بر ما وقت دادین دوستان خیلی خوشحال شدیم باز هم در خدمت شما عزیزا باشیم خب دوستان هدف ما آمدن در اینجا ای بود که خانه و دفتری که از حنیف اطمر بود با شما دوستان نشان بدیم و همچنان چیزایی که در دفترایی که در اینجا بود اونا رو نشون بدیم اینجا چی هست خلق به دازه که وسیج کنه دا شما دا دروازه بنده که دا دروازه می شوال کنه چې تاسو وګورئ مزمور کسان په دازه کې وسیج داخل ته څوک نه ځي کنه
در داخل میگه هیچ کس حق نداره در داخل دفاتر خارجی شه و همچنان خانه ها و چیزای دفاتر که قبلا در اینجا بود. دوستایی بود گزارش ما، منتظر گزارش های بعدی ما باشین و در اخیر پیام از آقای سید اکبر می داشته باشین و همچنان از فاروق صاحب. اگر پیام دارین برای مردم، گفتنی دارین میتونین بگین ما رسید. پیام اگر دارین که تاسو پیام لری خلق ته افغانان ته بس افغانان ته مش دوای چې مش تاسو ته خدمت فارغلی مش بس تاسو خدمت کو د از مور یو فریضه زموږه فریضه ده کنه چې مور تاسو خدمت کو د شپې او د ورځې او ان شاء الله دلته په زور د الله د الله په نصرت مور پرفر امنیت ان شاء الله راولو که خدا کو فرق شه. اگر پیام داشته باشین برای مردم با کل مردم عوام الحمدلله عوام مردم عوام بسیار خوب مردم است. ما مردم قطیش رویه خوب دارن، قطی ما مردم رویه خوب دارن و الحمدلله بسیار مردم خوب است. ملت مسلمانی ما مردم است دیگه، مسلمان از یاری جنس الحمدلله نظام اسلام است دیگه، هیچ گپی نیست، خیر و خیرات است. تشکر از شما مالی صاحب که خیلی امروی ما باز آمد شدین، امروی ما گشتین و همه جای نشان دادین. تشکر از شما هموطنان عزیز که برنامه را دیدین و آرزو دارم که مو گپایی که قبلا در دل بعض برادرها بود که شما چرا به خانه برادرای پشتون ما نمیرین، به خانه تاجک ها رفتین، ازاره ها رفتین، ازبک ها و خانه برادرای پشتون. هدف ما دوستان نیست که یک خانه و یک جای بریم، هدف ما نیست که نشان بدیم که امارت اسلامی چی میکنه، هدف اصلی ما همی است. دوستان حاجی صاحب را لیاقت موتور چی مش کم نیولی گو حاجی صاحب ادی پر دروازه باندې اجازهت واخستی را روان دی کنه تاس بخپل و اوم دغه سره دغه وکی خدا کنه امرای ما گپ بزنن. یا موی صاحب است که موترشون گم شده بود. موتر چورشی واقع ما آقا عجیده دوستا مو برادر ما که میگن موترشون قبلا گم شده بود و موتر از اونا را جوزجان بعد از جوزجان کابل پیدا کرده بودن. خدا کنه که اونا گپ بزنن. دلتا موش دیری پیسی نیولی دیده خلق دیده زینه پا کرو که ده بانده کنه وزیر اکبر خان کرو تا غلو رغلی دی بیا موش رغلی و آغازه که موش دیر تقریبا $5,000 شپارس لک افغانی ار ایرو داسې پیسې موږ نیولې دي. یو څوک هم نه و، بیا یو الله ما سوه بل څوک نه و، یوازې زه وم. دا بیا ما راوړي دي. بیا دا کس پوښتنه ما کړې ده، هغه په دوبۍ کې و که نه، د دوبۍ سره مې ټلیفون کړی دی. هغه کس راغلی چې زما خسر کور دی دلته، هغه مو بیا راغوښتی دی او پیسې مو ورکړي دي خپل هر څه. موږ د چا شی انشاءالله د ډېره وخته پورې همیشه گپ خوب است که امنیت آمده و چیزی که دوزی شه خوبتر پیدا میشه. اجازه است همراهی معلی صاحب، معلی صاحب اجازه است صحبت بکنیم همراه شما؟ داجی صاحب موټر دلته توپنچې پر نیولې وې، جنیا خسته وې، بیا موږ دلته ونیو را مو ستې داسې ته ما والا کړو. بلشې مو قصار یک بکنین امو چیزې کې شما امروز دیدین و مو سلام علیکم و رحمت الله. ما یک از مو شهر کابل هستم. محترم د صحیح کله پښته یک موټر فرنر بود 5718 توسط سه نفر مسلط فنچا دار دریور مو پاین کدن موټر بردن. بعد از 12 روز مالی سید سرک پانزی وزیر اکبر خان محترم از پیش دوزا گرفتن، محترم فعلا برای ما تسلیم کردن. تشکر میکنم از امارات، از تمام مجاهدینی که واقعا خدمت میکنم. خوشحال هستین از امارات اسلامی؟ هم دوستی و رفاقت ما خیلی زیادتر و خوبتر و بهترتر شده. قبلا وقتی که میگشتین چند تا بادیگارد داشتین؟ وال چند تا بادیگارد داشتین؟ نه بادیگارد نداشتم، ما قبلا هم والم بادیگارد دارم، تاجر هستم، کار تیل گاز میکنم دیگه، فعلا کدام مشکل ندارم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه دوباره موترتون رو پیدا کردین و خدا رو شکر که افغان نشدن، چون بعضی دزدا هست وقتی که موتر. و یک سوال دیگه که همین دزدایی که موتر شما رو استاد کردن، اینا قوارشون به امارت اسلامی میمون؟ چون بعضی کسا استفاده میکنن. بو کسایی است که دزدا و سارقین نیست که از محبس فرار کرده بودن، آمده بودن، همو سارق اما دزدا هستن. از تحریک کسی نیست، امارات دزد نداره، ما ندیدیم. همون مالی سبینات موتر ما را از پیش از اونها گرفتن. خدا کنه که غلط فهمی نشه. نه، منظور من اینه بود که امارات دزد است، یعنی که بعض کسا استفاده میکنه از نام امارات. آله بگین معلومه که همو دزد کجا هستن؟ کجا هست؟ آل بندی هستن یا هست؟ از مشتر بندی ها نمستا چه مش نیولی دی کنه. و نیولی مدی خوز فعلا مش مادر تول چه کار جور ندی، مو کمی مدروس فرنج راغلی کنه. نو انشالله دا کارونو بطول جور سی بزرگ آله. بسیار زیاد تشکر از مالای صاحب، بسیار زیاد تشکر از آقای صاحب و همچنان از فاروقی صاحب. خیلی خوشحال شدیم دوستان، باز هم در خدمت شما عزیزا بودیم. تا برنامه بعد هم شما دوستان را به خداوند می‌سپارم. خدافظ هم شما عزیزا. نعره تکبیر الله اکبر، نعره تکبیر الله اکبر، امارت اسلامی افغانستان زنده باد، امارت اسلامی افغانستان زنده باد.